سلام بینندگان گرامی، این برنامه تلویزیونی اخبار است که از تلویزیونی تاجیکستان منظور شما میگردد. در استودیو با شما مرجونا شریفوا. Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи нуҳумин конфронси Қалби Осиё раванди Истанбул, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Покистон Маҳдум Шоҳ Маҳмуд Қурайширо ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот масоили рушду густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, илму маориф, фарҳанг, амният ва натиҷаҳои конфронси душанбегии Қалби Осиё раванди Истанбул мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت از سطح بلندی رابطه های دوستی و همکاری تاجیکستان و پاکستان اظهار قناعتمندی نموده تاکید داشتند که تاجیکستان هوسمند است تا امکانات های تحکیم و گسترش بیشتری همکاری ها با در نظر داشت منفعت های مشترک دو کشور به طور ثمرناک استفاده شوند جانب ها یادآور شدند که بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تا به امروز بسته کلان سند های دو جانبه به امضا رسیده است که زمینه مساعدی حقوقی همکاری در ساحه های اقتصاد و تشویق و حمایه متقابله سرمایه‌گذاری‌ها، اطلاعات، فرهنگ و معارف، تندرستی، توریسم، علاقه هوایی و رابطه‌های امنیتی را فراهم می‌آورند. برای گسترش بیشتری همکاری‌های تجارتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ادامه فعالیت ثمره‌بخش کمیسیای مشترک اوید به همکاری‌های تجارتی اقتصادی برای هر دو جانب مهم ارزیابی گردید. تاکید شد که فعالیت منتظم شورای مشترک صاحبکاران و گروه‌های کاری مشترک اوید به نفت و گاز، اوید به مسائل‌های انرژتیکا و инфраструктур низ метавонанд муносибатҳои дуҷонибаи кишварҳоро ба сатҳи сифатан нав барорад. Зимни баррасии масъалаҳои ҳамкории амнияти таъкид гардид ки Тоҷикистон ва Покистон дар масъалаҳои мубориза алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифродгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилӣ шарики табиӣ мебошанд. Дар вохӯрӣ ҳамчунин масъалаҳои татбиқи лоиҳаи КАСА 1000, зарурати интиқоли нерӯи барқ ба кишварҳои минтақа ва дигар масъалаҳои муҳими мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо, аз ҷумла робитаҳои ду кишвар дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ муҳокима карда шуд. پس از ملاقات با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی پاکستان مخدوم شاه محمود قریشی اندیشه‌هایش را به خبرنگاران چنین بیان داشت. چند لحظه قبل با محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در واقع یک ملاقات خیلی سودمند و پرمحتوا انجام دادم که محتوای آن صمیمیت و خصوصیت این ملاقات حتی از انتظاری های من نیز بالاتر بود. ضمن ملاقات با محترم جناب عالی پرزیدنت کشور ما مسئله های دایره وسیع مربوط به همکاری های دو جانبه و روابط بین دو کشور تاجیکستان و پاکستان را مورد محاکمه عمیق قرار دادیم. ما اینچنین موضوع های اساسی و تلاش و عملیات هر دو کشور را در مبارزه علیه پدیده و ظهورات منفوری تروریسم، افرادگرایی، مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت متشکلانه مطرح نمودیم. اینچنین ما بر آن نظر بودیم که هر دو جانب تاجیکستان و پاکستان امکان و ظرفیت وسیع دارند تا که همکاری های اقتصادی و ارتباطات همگرایی اقتصادی را باز هم گسترشی بیشتر بخشند. این همکاری ها و همگرایی اقتصادی می توان توسط ابزار یا خود مکانیزم کمیسی مشترک بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی و اقتصادی بین هر دو کشور، اینچنین توسط وسیله های گروه های مشترک کاری که بین تاجیکستان و پاکستان سازمان یافتند تطبیق نماید. ما اینچنین اهمیت بارز تطبیق سریوقتی پروژه منطقوی کسا هزار را مطرح نمودیم که به محض در عمل تطبیق گردیدن این لایحه تأثیر خوبی آن نه تنها به تاجیکستان و پاکستان بلکه برای همه جانب ها، همه کشورهای منطقه مساعدت نظررس خواهد نمود و بنیاد راه های آهن، بنیاد راه های زمینی برای پیوست و ارتباطات پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی می تواند به
همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و ارتباطات بیشتری سرمایه‌گذاری بین کشورهای ما مساعدت چشمرس نماید. آن محاکمه‌هایی که ما داشتیم اینچنین به روند گسترش و تقویت بیشتری همکاری و روابط بسیار جانبه بین دو کشورها در حاشیه و چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی بسیار جانبه، از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی را مشخص گردانید که می‌توانیم در حاشیه چنین سازمان‌های مذکور همکاری‌های سازنده و مؤثر داشته باشیم. محترم جناب پرزیدنت، به وزیر کارهای خارجی از جانب خود و از جانب ما وزارت کارهای خارجی دستور گرفتند تا که طریق راه‌ها و وسیله‌های دیپلماتی روزی دقیق سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به پاکستان مطرح و هماهنگ نماید. محترم جناب عالی، به سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عمران خان پیام و درود صمیمی خود را ابراز نمودند و میل و رغبت و اینچنین هوسمندی عمیق خود را جهت محاکمه مسائل وسیع مربوط به همکاری های دو جانبه، رابطه های منطقوی و فراختر از آن، اینچنین برای مورد بررسی قرار دادن روزنامه روزی منطقوی و بین المللی ضمن سفر خود به پاکستان ابراز نمودند. و سفری محترم جناب عالی به پاکستان خیلی به مورد محسوب می‌گردد، چون تاجیکستان و پاکستان امسال 30 سالگی استقرار رابطه های دیپلماتیک خود را تجلیل می‌نمایند که این سفر باز یک عنصر تکمیل دهنده آن و تأکید شهامت مناسبت های بین هر دو کشور خواهد کرد. ما اینچنین در دایره دیگر مسئله ها موضوع قضیه افغانستان و اینچنین دورنمای آینده افغانستان را مورد محاکمه عمیق قرار دادیم و ما بر آن نظر بودیم که استقرار صلح پایدار و امنیت و ثبات سرتاسری در این کشور با کشورهای ما، کشورهای همجوار افغانستان، چی پاکستان و تاجیکستان خیلی مفید و سودمند خواهد بود، چون ما از هر گونه رونق، پیشروی، شکوفایی و رفاه افغانستان بهره خواهیم بود. و من با کمال ممنونیت و با احساس قناعتمندی بزرگ پس از این سفرم از تاجیکستان به پاکستان برمیگردم. تشکر زیاد. ادامه اخبار. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه شمسالدین شاهین با وسعت ادامه دارد. قسمی از انشاءات بنیادشونده تا امروز مورد بهره برداری قرار گرفته. کارهای ساختمانی با جلب صاحبکاران و ساکنان دیهات در انشاءات معارف و تندرستی ادامه دارند. گزارش رحمتعلی نظری از ناحیه شمسالدین شاهین. در دهه نعمت آبادی جماعت دهاتی سرچشمه بینوی مرکزی سلامتی که از طرف صاحبکار عزت‌الله حفیظف با مبلغ 1,200,000 سومانی با صفت بلند ساخته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. مرکز دارای 5 حجره کاری و 1 داروخانه از جمله برای امگذرانی، همشیره‌های طبی، مادر و کودک، دندانسازی، حجره سردختر و انبار و خواجگی یاری رسان می باشد. همه حجره های کاری با لوازمات ضروری طبی مجهز گردانده شدند. در گرد و اطراف بینا بیش از 500 بیخ درختان حاصل دهنده، سایه افغان و آرایشی شنانیده شده است. در نزد بینا برای میزاجان کرسی های نشست ساخته شده، راه رو ها سفالک پوش کرده شدند. با استفاده از تکنولوژی حاضر زمان بینا با آب گرم و خنک همیشه تامین می باشد. مرکز سلامتی با 1600 نفر اهالی دهه‌های دلیران و مشکران، نعمت آباد و جلگا، گلستان و یک قسم سرحد بانان خدمت می رساند. ما سالهای پیش از خدمت رسانی تیوی تنخیصی می کشیدیم. حاضر با ساختن استفاده دادن همین مرکز سلامتی زمانوی همه خدمت های رسانی های تیوی رو در همین مرکز ما با اهل جامعه میرسونیم. ضمن افتتاح انشاءات مذکور رهبریت ناحیه ابراز داشتند که این همه آبادکاری ها در پرتو دستور هدایت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهر زندگی ارزنده ساکنان این دهات دوردست میباشد که امروز از جانب صاحبکاران وطن دوست
عملی شده استادند. همچنین از جانب اویلای نیمتفا با مبلغ 200 هزار سومانی چوه عموده از چقوری 95 متر کنده شده با غنجایش 100 میلی متر در مسافه 1.5 کیلومتر به دهه نیمتوباد خطی آب کشانیده شده است که 60 خوجگی دهه با آب تامین شدند. اینچنین یک میدانچه خورد برای بازی های والیبال و جای استراحت برای مسافران با مبلغ 120 هزار سومانی ساخته با استفاده دادند. در پرتوی اقدام‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان همراه برادرانم تصمیم گرفتیم که یک مرکز سلامتی ساخته با استفاده دهیم و امروز این مرکز سلامتی مورد استفاده قرار گرفت. مقصد داریم که در آینده چنین کارهای آبادانی را دوام دهیم. ملتداری خود را به اساس گذار سال و وعده پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان می‌رسانیم که ما صاحبکاران را همیشه دستگیری می‌کنیم. صاحبکار عزت‌الله حفیظوف مقصد دارد که در آینده در قسمت بالای دهه باغ بنیاد نموده راه بین دهه را تعمیر نماید. در دهه نظربایی جماعت دهاتی چگم یک مرکز خدمت رسانی عبارت از دو آشیانه از جانب صاحبکار ضیاءالدین عبداللهیف با مبلغ 100 هزار سومانی با استفاده داده شد. در آشیانه یکمیان مغازه فروش مال‌های آمیخته، در آشیانه دوم کتابخانه و کاشانه حسن فعالیت می‌نمایند. در دهه انجیرو بود است که مقام جرای حکومت دولتی و سهم صاحبکار وطنی حکیم جان عبداللهیف طریق حشر از مسافه 14 کیلومتر آب کشانیده شده در شفت شهرهای بین المللی 6 نقطه آبی نوشاکی و 72 خوجگی دهه انجیروب مؤسسه های تندرستی و معارف و قسم نظامی با آب آشامیدنی تامین گردیدند. قابل قید است که در داخل دهه آبانبار و بیش از 7 کیلومتر دیگر قبرهای گوناگون کشیده شده است که مبلغ عمومی انشاءات 496 هزار سومانی را تشکیل می دهد. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، ناحیه شمس الدین شاهین، اخبار. در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب رهبر خوجگی تخمی پروری ارگش سلطانوف بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دوستی ولایت خطلان از تعمیر کلی برآورده شد. گزارش همکارمون اهدین نورالا در این خصوص. در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و نقشه چوربینهای صلح و رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با سهم صاحبکاران و شخصان وطن‌دوست در همه گوشه و کنار مملکت انشاءات تعینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده می‌شود. در این زمینه از جانب رهبری خواجگی تخمی پروری ارگش سلطانو بگمراد خالو بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دوستی ولایت خطلان از نو ساخته به استفاده داده شد. لازم به ذکر خاص است که بنای قبلی مکتب مذکور هنوز سالهای سیوم قرن گذشته ساخته شده در حالت صدموی قرار داشت. بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 دهه غلبه جماعت دهاتی جلیکولی ناحیه دوستی برای 260 نفر خواننده در یک بس پیشبینی شده است. مؤسسه نوی تعلیمی از 10 صف خانه و یک اتاق آموزگاران عبارت بوده با تمام لوازمات خانش تامین می باشد. مؤسسه دارای صف خانه های کامپیوتری، فیزیکی و ماتماتیکا و غیره بوده خوانندگان علم های زمانوی را در شرایط معاصر از خود میکنند. اول ما برای خونیش با دهایی با مؤسسه دهایی همسایه می رفتیم، ولی با همخوری های پیشوای ملت در دهایی ما نیز مؤسسه زمانوی کشدند. ما وعده می دهیم که با باهای خوب و اعلی خونده فرد در جمعیت سهم ارزنده خود را گذاریم. در رسم افتتاح این مؤسسه نوی تعلیمی مسئولین مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ناحیه و دیگر ساختارهای مربوطه و صاحبکاران وطن دوست اشتراک نموده ابراز داشتند که به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نوراست از روزهای نخستین به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در محور سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قرار داشته سال تا سال بهر تعلیم و تربیت نسل نوراست شرایط و امکانات مؤثر فراهم آورده می شود. با دستگیری بی واسطه رهبری خواجگی دهقانی به نام ارگش سلطانوف بگمراد خالوف بنای نو عبارت از 10 صفخانه و اتاق معلمان ساخته با تمام تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده شده مورد استفاده قرار داده شد. بنابر سبب افزایش تعداد اهالی پیشتر تعلیم گیرندگان مؤسسه تعلیمی رقم 8 برای علم آموزی و مؤسسه تعلیمی رقم 7 دهه همسایه رفته
علم آموختند. بعد از استفاده دادن بنای مؤسسه تعلیمی رقمی 8 مشکلات خوانندگان این دهه حل خود را یافته. اکنون خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقمی 8 می توانند آزادانه در مؤسسه تعلیمی نوبنیاد خود تحصیل خود را ادامه دهند. کارهای ساختمانی این انشاءات سال 2020 آغاز گردیده با جلب کارگران و متخصصان محلی در مهلت 8 ماه با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار داده شد که از این اقدام سازنده خوانندگان و آموزگاران این دهه دوردست ناحیه دوستی اظهار سپاس و مینداری نموده ابراز می‌دارند که همه این سازندگی ها نتیجه تطبیق سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشد. همچنین حدود مؤسسه آباد و زیبا کرده شده نهال های درختان آرایشی و گل های گوناگون شنانده شده است که با آبادی این دهه زیبایی نو زم نموده است. اهلی نورالله بهادر حسنزاده برای برنامه اخبار از ناحیه دوستی ولایت ختلان. در شهر و ناحیه های ولایت سغد تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی در محله ها وسعت دارد. در برابر میدان خیابان های مرکزی در محله های اهالی نشین شهر خوجند مرکز های کار و خدمت رسانی و فرهنگ و فراغتی بنیاد کرده می شوند. گزارش روزعلی رحمان و الیاس بوبوجو. اقدامی ساکنان کمیته محله میوه‌گل، صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند دستگیری یافته در حدود خانه‌های استقامتی بلنداشانه مجموعه انشاءات کار و خدمت‌رسانی فرهنگی و فراغتی ساخته می‌شود که دارای چایخانه، نانوایخانه، سرتراشخانه، میدانچه ورزشی، میدانچه بازی کودکان، کارگاه دوزندگی هنرمندی و آشخانه محله میباشد. در شهر خوجند 22 کمیته محله موجود بوده. طبق نقشه چاره‌بینی ها انشاءات موجود آنها ترمیم و نوسازی و در هر یک موضع کارهای آبادانی عملی کرده می شوند. در هر یک محله موجود بودنی چنین انشاءات و شرایط از انانه های محله داری بوده، خصوصا در حدود خانه های بلنداشانه استقامتی برای بلند برداشتن وضع اجتماعی استقامتی مساعدت می نمایند. خصوصا تاسیس کارگاه دوزندگی و مرکز هنرمندی اقدام مهم است که زنان و دختران محله در جای استقامت به شغل فرا گرفته هنر و روزگارداری آموزند. در این محله یک باغ بنیاد کرده استادیم، حاضر زمینش تیار نیال آورده میشونند. محله آباد باشد، مردمش بسیار شد. یک کارگاه دوزندگی شده استادیم که جای کاری برای دختران و زنان همین محله. در یک چند موضع دیگری شهر خوجند نقشه های آبادانی عملی و طبق چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و شهر خوجند و سه نمودن و نوسازی با طرح و نمود خاصه سبزکاری چراغانکنی و آرایشی با طرح نو در اساس نقشه ژنرالی و آینده بینی انجام داده می شوند. در این موضع ها و هفت قطعه کبودی‌زارکنی بعد شیناندن نیال های آرایشی تخم گل های لاله و کرنه گل گلزارکنی با استفاده گل های موسمی را کارمندان مؤسسه آبادانی و کبودی‌زارکنی شهر خوجند اجرا میکنند. نیال های همیشه سبز و سایه افکن و آرایشی و میدان و خیابان کوچه و گلگشت ها خرمی بخشیدند و گلزارکنی جزء مهمی ایجاد زیبایی این موضع هاست. در شهرهای خوجند غفوروف در مسافه 7 کیلومتر انواع گل‌های دائمی موسمی کشت و کوچت کرده می‌شوند و مساحت گلزارکنی نزدیک 3 هکتار را تشکیل می‌دهد. در قسمی مساحت گل‌های صدبرگ سبز گردیده لنده کرنه گل کشت کرده شده است. کارمندان مؤسسه آبادانی نهایی باباجان غفوروف شیناندن گل‌های موسمی را انجام می‌دهند. نوع‌های گل‌های موسمی در گرمخانه‌های صاحبکاران و گلپروران ناحیه تیار کرده شده است. در شهر بوستان در دایره آمادگی ها با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی سلسله تدبیرهای منفرش و بسیع کردن راه ها، آباد و نوسازی باغ های فرهنگی و فراغتی و گلگشت ها، بنیاد انشاءات ماموری کار و خدمت رسانی عملی و گلزارکنی با استفاده انواع گل های موسمی با طرح نو به هر موضع زیبایی و تراوتی خاصه می بخشد. موضوع دیگر، امروز با اشتراک کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروبسه جمهوری تاجیکستان در لیسه کسبی تکنیکی نقلیات افتانبیلی شهر دوشنبه ملاقات دویر گردید. در ملاقات مسئولین لیسه و کالج های شهر دوشنبه و دانشجویان اشتراک داشتند. توجه اساسی اشتراکچیان اوید با پیشگیری جنایت های خصوصیت کروبسیونی داشته در بین کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و مبارزه دست جمعونه اهل جامعه برزید این ظهورات نامطلوب روانه گردید. اشتراکچیان زینه برامت استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. اطلاع داده شد که مبارزه بر ضد کروپسیا و از بین بردن این عملی نامطلوب کاری فقط اگنتی نبوده، خود شهروندان نیز باید مبارزه را در این سمت جانگ نمایند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.